با نام عید خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی. اینجا استان همدان، شهرستان همدان هست و سوژه گزارش امروز ما طبیعت گردیه. اومدیم به یکی از روستاهای تاریخی و کهن شهرستان همدان به نام ورکانه و قرار این روستای تاریخی سنگی رو بهتون معرفی کنیم. آقای کزازی دهیار روستا همراه همسفر ما هستن. سلام علیکم، شما رو بینندگان همسفر میشنویم و در خدمتتون هستیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز، خدمت شما که زحمت کشیدید تشریف آوردید اینجا. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت شما، هستم در خدمتتون. آقای کزازی، روستای ورکانه دقیقاً در کجای همدان قرار گرفته، در چه فاصله ای؟ روستای ورکانه در جنوب شرقی استان همدان قرار گرفته، در فاصله 22 کیلومتری از شهر همدان. فاصله‌اش هم تا شهر همدان با وسیله نقلیه که بخوای بیاید 20 دقیقه طول میکشه زمانش. و در این مسیر یه موقعیت بسیار خوبی که داره، در مسیر سد اکباتان قرار داره، یه جاذبه های بسیار خوبی در مسیر که از همدان، سد اکباتان، روستای یلفان، شمس‌آباد، علی‌آباد به سمت ورکانه که تشمیل هم در مسیر قرار دادن و بسیار فضای سرسبز و جذابی داره. ورکانه به چه معنی هست؟ ورکانه غالبا که معنی شده به معنی کنار چشمه، ور به معنی کنار هست و کانه به معنی چشمه یا کنار معدن. همینطور که ملاحظه میکنید معدنه زیادی در این منطقه قرار داره، بیشتر به این منظور نامگذاری شده، ورکانه به معنی کنار معدن یا کنار چشمه نامگذاری شده. ملات اینا چی هست؟ سیمان نیست. ملات گله. گل. گل، بله. بعد سنگ و گل. خب دووم سنگ و گل. چرا این دیواراش عرضشون به یک متر هم میرسه حتی. آها. استقامتشون بله، عرضشون طولانیه. عرضش طولانیه. زیاده. حتی نیم متر تا یک متر هم عرض دیوارشون هستش. گل هست و کاکل و پس اصلا از سیمان و اینا استفاده نکرده. اصلا از سیمان استفاده نشون اینجا. این سنگ سفید چی هست؟ سنگ سیلیس اینا. سیلیس. سنگ سیلیس، سنگ لاشه. همه اینا مخصوص خود منطقه. همه اینا از خود ورکانه تهیه. آره. خیلی معماری جالبی داره. همونطور که گفتم به این معماری میگن معماری خشکچین. معماری که سنگ روی سنگ قرار میگیره با ملات خیلی کم. اونم گل. و همونطور که اشارم شد اصلا هیچ نوع سیمان و بتن و از اون چیزهای مدرن داخلش نیست. ما الان داخل یکی از کوچه های سنتی قدیمی. روستا و قدیمی روستا رو مرگم کنیم. کف سنگه، کف پوش کاملا سنگه، دیواره ها سنگ و بعضی از اون قسمت هم کاهگله. فقط تنها عیبی که من تونستم از این روستا بگیرم و اون بالا اشاره کردم، سقف این روستا هستش که ایزوگامه. خب اون هم به دلیل بارندگی هایی که زیاد اینجا انجام میشه، برف به خصوص، و اینکه اون برف رو بخوان از روی پشم‌ها به هر حال پایین بریزن سخته، برای همین ایزوگام میکنن. آقای کزازی، چقدر این کوچه ها دارین که تو در تو باشه و به این شکل زیبا؟ خب ببین، همه این کوچه ها به هم ربط دارن، به هم مربوط میشن. ما الان 3 تا کوچه اصلی داریم، بعد بقیه فرعی از هم جدا میشن، به هم راه دارن کوچه ها با کوچه های فرعی. آره. حتی وسیله نقلیه هم میاد تا اینجا دیگه، قشنگ توی روستا میاد و بچه هم دارن بازی میکنن، یه شروع حال خاصی دارن. سریال نوروزی شبکه 1 عدل بدل در اینجا تصویر برداری شد و به هر حال این درسته؟ درسته. خیلی از اون سریال اینجا ضبط شد یا اینکه بخشش؟ اکثرش حالش شاید بگم 80% سریال اینجا ساخته شد. نه. حالا یه قسمتش که روستای دیگه بود، ولی خب 80%
اینجا ساخته شد. یه ایرادی گرفتن، گفتن همه فکر کنن اینجا آب گرم داره، همه اینجا طبق آب گرم میگیرن. من سریاله رو کامل ندیدم ولی خب گفتم که درسته اونجا آب گرم میرفتن تو اون سریاله. چجوری بوده که آب گرم که اینجا چشمای معروفی داره، بالاخره از آبای معدنی استفاده میشه. دو تا چشمه داریم شما؟ آب گرم نه، قبلا حال یه خزینه داشتیم که متاسفانه به مرور زمان تخریب شده. درسته، ولی خب آب گرم نه. قبل از اینکه بیام به روستای ورکانه، اهالی همدان به من گفتن روستای سنگی هستش، خیلی زیبا و قشنگه. من تصورم بود که این سنگهایی که در ساختمان معمولا استفاده میشه شاید نمای این روستا باشه، ولی وقتی وارد شدم دیدم سنگهای معمولی رودخانه‌ای هستش و دیواره ها و سقف و با ملات سنگ و بعد گل درست کردین. درسته؟ درسته. یعنی یه جورای معماری خوشچین هم معروف هستش اینو معماری. خب ببینید غالبا اطراف روستای ورکانه با توجه به نامی که گفتم کنار معدن قرار داره، معدنه سنگ لاشه در اطراف ورکانه وجود داره. از این مسئله بومی استفاده کردن برای ساخت و ساز، بیشتر نمایشون سنگی است، یعنی دیوارشون سنگی است، داخل ساختمان از خشته، نمای سنگی بیرون به خاطری که از بارندگی و بارش و اینا جلوگیری بشه و نمای داخلش خشتی هستش. بله. چند نفر در این خونه ها زندگی میکنن؟ روستای ورکانه 201 خانوار جمعیت داره، عرضم به حضورتون 800 نفر تعداد جمعیتش هست و بیشتر هم به باغداری و دامداری و کشاورزی مشغول هستن. حمله نکنه. بیا بیا بیا. ببخشید. سگ داره. خب ما الان تو روستای ورکانه هستیم. تو این طبیعت زیبا و بکر و دیدنیش گله گوسفندی رو دیدیم و چوپانی که نشسته ناهار رو مهیا کرده و چای آتشی. سلام آقا. سلام، احوال شما؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ سلامتی؟ سلامتی؟ من سلامت بشه. احوال شما؟ بفرما چایی. سلامت باشی، ممنون. اجازه هست؟ بفرما. بشین. آخی آقا جا قشنگی دارین ها. به وضعت خوبه، دودا میاد طرف شما. داریم آخه. شما هم دارید اینو؟ این ضرب المثل دارین؟ دود آره. کسی طرفش میگن پول داره وضعش خوبه؟ ببین طرف من نمیاد. دود طرف من نمیاد. باده و گیم میاد. خوب هم هست. خوبی آج آقا، اسمت چیه شما؟ حاج عزیز مصیبن. حاج عزیز؟ بله. حاج عزیز مشغول خوردن. ببخشیم به اصلا نهار خوردن مزاحمت شدیم. ها ندارم. شرمنده. بعد دیدم دنیا ارزش داره. چند سال ده آقا؟ حاج عزیز؟ در حدود 70 ساله من. ماشاءالله ماشاءالله. خدا عمر با عزت بهت بده. آقا طبیعت خوبی دارین ها. آره طبیعت اینجا خوبه. خیلی عالیه. خیلی سرسبز و این گوسفندا کلی کیف میکنن تو این درختا. حالا الان سرسبز نشدن. حالا ولی بلگ باکونا وقتم گردو داره
سرسبزی شادم دل نمیلد توشون برم سرا. انا مونده که اون سرسبزی داشته باشه. آره تازه هم میخوام بلد بکنم. الان چیز حدود 50 روز از فصل بهار و نوروز گذشته ما در اردیبهشت ماه هستیم که اومدیم به روستای ورکانه. هنوز طبیعت سرسبز اینجا نداره، تازه درخت‌ها دارن شکوفه میدن و تازه سرسبزی داره میاد. چرا انقدر دیر؟ خب اینجا پایه کوه هستش دیگه، دامنه کوه قرار داره. تقریبا میشه گفت 10 درجه تا 15 درجه دمای هواش با همدان فرق میکنه. یعنی اگر شهر همدان شاید اوایل اردیبهشت یا اواخر فروردین درخت‌ها شکوفه بزنن، اینجا اواخر اردیبهشت ما این کار صورت میگیره. بله هنوز برف رو هم توی دامنه بله. داریم. بعد چشمه پر آبی هم داریم، آب اینجا فکر میکنم خیلی خوب باشه و برای باغداری اینا مناسب. درسته، دربی آب زیادی داره. بله بله، اینجا چشمه‌های زیادی داره. آب کشاورزیش هم از همین چشمه، از رودخانه که از انتهای رود از کوهپایا سرازیر میشه تامین میشه. داره محصولات کشاورزی با محصولات کشاورزیش 90% محصول کشاورزیش گردو هستش. همونطور می‌بینید باغای گردو هستش، بعد گندم، جو و حالا به بهترین محصولش همون محصول گردوش هستش. گردو محل مشخص، اصلا درخت گردو زیاده. ایران کلاً هر شهری که ما سفر می‌کنیم اشاره میکنن که 4 فصله و در هر فصلی از سال بیاین بهتون خوش میگذره. خب قطعاً بهار و تابستان اینجا که 100% زیبا هست و بکر اینا. حالا فصل اومدنش رو باز شما هم اشاره بفرمایین، از بهار تا زمستان چه تنوعی دارین و چه حال و هوایی هست اینجا؟ فصل بهار که همینطور که مشاهده میکنید سرسبزی طبیعتش هستش. فصل تابستان یه زیبایی خاص دیگه داره، بالاخره گندم، میوه، اینا یه طبیعت دیگه به روستای ورکانه میدن. فصل پاییزم که فصل گردو هستش و بالاخره فصل خزان و اینجا جلوه خاص خودشو داره. خب از تپه که میایم پایین و از نمای روستا بگذریم میرسیم به یک اثر تاریخی. همونطور که گفتیم نمای اکثر ساختمان‌های روستای ورکانه از سنگ تشکیل شدن. اکثر که نه، همه دیگه. درست آره؟ درسته بله. آره. اینجا چیه این اثر تاریخی که الان این مکانی که درش قرار دادیم؟ قرار داریم استبل پرورش اسب که متعلق به مهر خانم قره‌بزلو مالک روستا بوده، جایی که اولین اسبای پرورش اولین اسبای اصیل عرب ایرانی یعنی ییلاقشون اینجا قرار داشته. قشلاقشون که در خوزستان بوده، هلوش قبل از انقلاب دیگه، قبل از سال 57.
از سال 57 به بعد که دیگه اینجا همون بلا استفاده مونده. یعنی قدمت آنچنان طولانی نداره، نهایتاً 60 70 سال دیگه. بله. 50 سال قدمت داره. 50 سال. بله. بعد جایگاهی که الان اینجا داشته به خاطر اینکه ییلاق اون افراد بوده، خوانینی که اینجا بودن، درسته؟ جایگاهی که اینجا داره به خاطر از معروفیتش بیشتر به خاطر سنگی بودنشه. سنگی بودنشه، معروف روستای سنگی هم هستش. روستای رنسانسی هم بهش میگن. این چای آتشیه. چای آتشی. بختم. شما چای محلی ندارین اینجا؟ نه. آبشن نمیدونم. چرا؟ داریم. آبشن داریم، گلکوف پشمک میگن، گلکوفته داریم. مفرا داریم، از همه جور داره اینجا. بعد شغلتون کشاورزی، فقط دامپروری کشاورزی؟ آره. چند سال برکانه درست شده؟ خیلی وقته. به یاد ما چهار تا ارباب گذشته حالا. چهار تا ارباب. آره دیگه. آره. این الان نهارتون چیه؟ این ترلوای محلیه. حلوا. آره. تل حلوا بهش میگین شما؟ آره ما میگیم ترلوا. خیلی هم خوبه. خیلی هم خوبه. ولی این سگ بیورزه است. من رفتم اونجا گوسفندار دنبالشون کردم هیچ کاری نکرد. نه وجود سگ نیست. سگ گله نیست؟ سگ گله. یه جا رفتیم نزدیک مارو بخوره اون سگه. خب این دیگه اول آدم باشش اومده و رفتن نمیگیره. حالا بعضی سگای هست نمیگیره آدم برد جلوی گله شون. نهی بلدی بزنی؟ نه. بابا. آواز چی؟ آوازم بلد نیست. بخون یه چیزی. یه دهن بخون ببینم چه جوریه. بلد نیستم. ما چی بخونم؟ خب بخون یه شعر بابا طاهر عریان که بعد اهل همین جاست دیگه. به صحرا بنگرم، صحرا تبینم ها؟ نه بلد نیستم اونه. اه والا هیچ بلد نیستم. بابا همه اونایی که کار چوپانی نمیکنن بلدن. آخه من چوپان امروز به جای یکی هم رفیقان بودم. آها به جایی که دیگه اومدی. آره و شغلت این نیست. شغلت چی حاج عزیز؟ من کشاورزی دارم. چه میوه هایی دارین تو روستاتون؟ همه جور داریم. نام ببر دیگه بدیم چی داریم؟ گیلاس ای آلوالو داریم، گیلاس داریم، آلو بخارا داریم، چغالت زردالو داریم. میا ایش هلو شلیل داریم. ما الان داخل یکی از خانه‌های قدیمی روستا هستیم. همونطور که دارین تماشا می‌کنین، کف این خانه کاملاً صخره‌ای هستش. هیچ پوشش خاصی نداره. صخره‌ای اومده بالا، پایین استبل و طویله و بالا محل زندگی. سقف چوبی هستش و اینجا هم پی نداره دیواراشون. یعنی روی همین صخره‌ها سنگ و ملات رو چیدن رفتن بالا. درست گفتم؟ درسته. بله اینجا چون زیر بنای سنگه دیگه احتیاجی به پیکنی نداره. درست. زیرش محکمه دیگه پیکنی انجام نمیشه، همون روی سنگا دیوارشون رو بنا گذاشتن. بعد خیلی هم تمیزه. با اینکه الان ما الان وارد یه خونه شدیم، خونه‌های دیگه هم من نگاه میکردم، کوچه رو هم نگاه میکردم، خیلی تمیز نگه داشتن روستا رو. این خیلی خوبه. خب دیگه به نظافت خیلی اهمیت میدن روستایی، مخصوصا خانمایی که هر روز صبح هر کسی جلوی درب خونه خودش رو تمیز میکنه. درسته. این روستا میکنه. اینجا روستای گردشگری باشه، هدف گردشگری مسافر زیاد داره. بله بله. اینجا اصلا معروف به نگین گردشگری روستای استان همدان. بله. خیلی هم خوبه. پایه های چوبی و خدمت شما عرض کنم سقف تیرپوش. این سقف محکمه. چند سال الان این خونه ساخته شده که داخلش هستیم؟ اون شاید به جرات میتونم بگم که 50 سال این ساخته شده. بیشتر از 50 سال بعد باشه. که حالا متوسط شما گفتیم. آره دیگه مشخص. آخه این معماری 50 سال قبل رو در جای دیگه ما دیدیم. باز به قول معروف اینجا مشخصه که قدیمی تر. مطبخ این خونه کجا بوده؟ کجا باش نون میپختن؟ غذاشون چی بود؟ تو هر خونه یه اتاقی مربوط به همون پختن نون و آشپزخانه‌اش جدا و
اتاق اتاقه درست. همه به هم یه جوری وصلن، یه اتاق مطبخه، یه اتاق مخصوص نون پختن بوده. همینطور که میبینید 90% ساختمان این روستا هم دو طبقه هست. معماری این روستا خیلی شبیه به معماری آذربایجان شرقی و غربیه. بعضی از روستاهاش که من رفتم دیدم این نوع معماری رو داشتن. شما کلن نژادتون چیه؟ لهجتون آذریه، همدانیه، فارسیه، لوریه، ترکیه؟ اینجا لهجهشون فارسی و کردی هستش. کردی. یه طایفه کرد داریم، یه طایفه فارس. آها. بله. از کدوم قسمت کردها مهاجرت کردن به این قسمت رسیدن؟ از کرد نزدیک به کرمانشاه هستین دیگه یه جورایی. دقیقاً نمیشه که مثلا حالا شاید از کردستان اومده باشن اون نژاد اصلیشون یا از کرمانشاه. بعد از کسایی که طایفه کردن بود خیلی قدیمی هم بپرسید. درسته. پس شما کرد دارین و فارس در روستاتون. هایی که عزیز دست شما در زنده باشی، خوشحال شدیم محبت کردید، همراهی کردید ما رو در روستای بسیار زیبا و دیدنی ورکانه که یک فضای بسیار زیبا و دیدنی داره، جزء روستاهای هدف گردشگری هست. جای شما خالی در این روستا. امیدوارم ضمن سفر به استان همدان، شهر زیبای همدان، به این روستای تاریخی هم یه سری بزنین، از معماری غنیش بهره ببرین و با مردمان مهمان نواز خونگرمش هم صحبت بشین. 3085 سامانه پمکوتای برنامه همسفر در شبکه مستند سیماس انتقاد. پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین میتونین از این طریق ما رو مطلع کنین، همینطور میتونین به سایت شبکه مراجعه کنین و برنامه های قبلی ما رو تماشا کنین. تا سوژه دیگه، خداوند مهربان یارو نگهدارتون.